توی این قسمت میخواییم گیت XOR رو بررسی بکنیم و این گیتون گیت پیشیده من گیت XOR هست. خب یک ورودی A داریم، یک ورودی B داریم، یک جدول سرکش رو میکشیم. گفتم برای اینکه بکنیم یک تشخیص بدیم جدول سه هست نیاز هست. ورودی A و ورودی B رو مشخص میکنیم، خروجی F رو برای گیت در نظر میگیریم. خب بررسی میکنیم دیدیم که ورودی A و B اگر جفتشون صفر باشن، همونجور که الان فیلدی زده نشده صفر هستن، خروجی نخواهیم داشت، پس در نتیجه این صفر باشه. من یکی از ورودی ها مثلا ورودی B رو یک میکنم، پس در حالت صفر و یک خروجی ما یک خواهد بود، لامپ روشن میشه. اون یکی ورودی رو یک میکنم، یعنی یک و صفر، یعنی A یک و B صفر، خروجی ما باستم یک خواهد. اگر هر دو ورودی یک شده باشند، همونطور که می‌بینیم، خروجی ما صفر باشد. اینجا قسمت گیت XOR هست. یک نکته جالبی که راجع به گیت XOR میشه گفت، اینه که گیت XOR معادل خواهد بود با A مخالف با B. ببینید، در حالتهایی که A مساوی با B هست، صفره. اما در حالتهایی که A مخالف با B هست، یک میشه. گیت XOR رو گیت فرد هم بهش میگن. یعنی زمانی که ورودی های ما تعداد یک هاش فرد باشه، پس گیت فرد، گیتی که تعداد ورودی های یکش فرد باشه، خروجیش یک باشه. در حالتی که ورودیش تعداد یک هاش زوجه، خروجیش صفر باشه.